شناسایی شده قاعدتا باز هم عرض می کنم خدمتتون این موارد خیلی زیاد هست. مواردی که تا کنون شناخته شدن ها طبق یک لیترچر به چاپ رسوندیم فاندکتور از نشریه محترم زحمت کشیدن که در مورد مقاله و مواردی که تا کنون در ایران شناخته شده صحبت کنم. ممنون هستم. سلام و احترام عرض می‌کنم خدمت همکاران عزیز اساتید بزرگوار. خیلی ممنونم که امروز تشریف آوردین و امیدوارم که خسته نشده باشین. من از برگزار کنندگان برنامه خیلی تشکر می‌کنم از اینکه در واقع این فرصت رو فراهم آوردن که امروز عزیزان دور هم جمع بشن و به منم این فرصت دادن که امروز در خدمت شما باشم. من کوثر اسنشری هستم، هیئت‌علمی گروه کودکان. خوشحالم که در خدمت شما هستم. مقاله که چاپ شد در موردش صحبت شد، من در ادامه صحبت عزیزان که خب کامل در واقع ارائه دادن و در واقع اسپکت‌های مختلف دادات رو امروز در موردش صحبت کردن، در مورد بیماری خودمون صحبت می‌کنم و اون چیزی که خودمون داشتیم. کیس سیریز ما 11 بیمار رو شامل می‌شد. علت تمپلاس ما بودنش اینه که یه بیمار تظاهرات هماتولوژیکش دامیننس بود که امروز در موردش صحبت کنیم. بیمار خانم اصلانی هستن که زحمت کشیدن و در واقع بیمار رو معرفی فرمودن به ما و از اون زمان چند ماه پیش که در واقع چاپ شده مقاله، سه تا بیمار دیگه هم هستش که من اطلاعاتش رو اضافه کردم و امروز در جمع‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم. ما پس کلن 14 تا بیمار داشتیم که شامل یه برادر و خواهر، دو تا دوقلوی دختر، یه پدر و دختر و پسرشون میشد که حالا در مورد این خانواده بیشتر توضیح میدم. کلن 64% بیمارای ما دختر بودن و 93%شون پدر و مادری داشتن که با هم دیگه فامیل بودن. از 4 ماهگی تا 13 سالگی رنج آنست بیماری بودش با مدیان 3 سال و ایج آف دایگنوز ما بین 3 سال تا 37 سال بود که مدیانش 8.5 سال بود. این 37 ساله به خاطر همون پدری هست که گفتم خدمتتون که به صورت رتروگرید پیدا شد، یعنی بعد از اینکه فهمیدیم که دخترشون بیمارن و خودشون هم از باشه ژنتیک دادن و فهمیدیم که این علائمی که پدر تجربه میکرده به خاطر این قضیه بوده، در واقع ایشون هم مجازه بیمارامون آوردیم، ولی در واقع توی این ایج آف آنست نداریمشون به خاطر اینکه دقیق نمیدونستن بیماریشون از کی شروع شده. نموداری که مشاهده میفرمایین در واقع ایج آف آنست های مختلف بیمارا هستش و ایج آف دایگنوز. بیشتر از این جهت گپ بین دو تا قسمت ها اهمیت داره. از این جهت که مشاهده میفرمایین مثلا ما یک گپ ایج آف دایگنوز داریم یه چیزی حدود در واقع 12 سال. اینجا باز یه چیزی حدود 12 سال، یعنی ایجای در واقع دایگنوز آنست ما خیلی متفاوته. من هم پدر رو هم اینجا نذاشتم، یعنی کلا ایجای آنست و دایگنوز رو برداشتم، ولی این نشون میده که ما هنوز مواردی رو خیلی دیر تشخیص بدیم. همونطور که همه عزیزان امروز فرمودن، سکلای خیلی مهمی میذاره داداتو، خصوصا سکلای نورولوژی که حتی اگر بیمار رو نکشه واقعا بیمار رو دبیل میکنه. بنابراین خیلی نیازه که ما رو تشخیص بدیم بیماری و درمان رو براش شروع بکنیم. تو بیمارای ما 10 تا بیمار بودن که ریکرنت فیور داشتن که میشه 71% بیمارای ما. علائم مهم هستش که خب من هر کدوم رو خدمتون عرض میکنم. لیبدو رتیکولاریز اسلش راسل موزا، حالا چون تو بعضی از در واقع ریپورت ها به صورت رتیکولاریز گزارش شده تو بعضی راسل موزا، کلا ما به صورت رتیکولاریز حالا اینجا آوردیمش 93% موارد بوده. دو نفر از بیمارای ما که میشه 14% کبودی های خود به خودی داشتن که البته از ماشه انقاطشون کاملا نرمال بود و هایپوپیگمنتد لیژن تو یکی از بیمارا. البته این سه تا بیمار همون مریضایی بودن که لیبدو هم داشتن، یعنی جدا از اونها نبودن، که البته این عکس رو دیگه امروز خیلی گذاشتن. این که از بیمارای ما هستش که زایت لیویدوش رو مشاهده میفرماییم. خب در مورد تظاهرات هماتولوژیک و اون بیمار ما که تظاهر مهم هماتولوژیکی داشت، همونطور که امروز صحبت شد، میشه یه جوری پرزنتیشن های داداتو رو به صورت دسته بیماری های هماتولوژیک و نان هماتولوژیک، یا حداقل هماتولوژیک آنست فرست و هماتولوژیک، یعنی
اونه که آنست فرستشون هماتولوژیک نیست تقسیم معنی کرد. باز این هماتولوژیکا رو مثلا خانم اوزن و همکارشون اومدن توی مقاله گفتن میشه یه PRCA باشه یه DBA باشه، که آقای دکتر امروز در موردشون صحبت کردن. این یه دسته DBA لایکا، یه دسته PRCA لایکا، یه دسته اونایی که بیشتر واسکولار هستن، یعنی واسکولار دامیننت هستن. اگه ما بخوایم اینجوری بگیم، حالا این مریض ما شاید یه جورایی میشه گفت دایمون بلکمن لایک بود. اینطوری بودش که در سن 4 ماهگی با نوتروپنی و سیویر آنمی تظاهر پیدا کرد. اون موقع بومار آسپیریشن براش انجام شد و متوجه شدن که پیورتل آپلازی داره. بعد در سن 14 سالگی دچار لیپیدورتیکولاریسم شد، هایپوپیگمنتد اسکین لیژنای پیدا کرد، پریودیک فیورای پیدا کرد که همراه با درد شکم بود، که خب خیلی هم جالبه چون درد شکمای ما خیلی زیاد نبودن تو بیماری ما، و آفتای دهانی پیدا کرد و بعد دچار CVA شد. و بعد متوجه شدیم که الیویتد اینفلاماتوری مارکرهای در واقع داره، البته گفتم که بیماره خانتا اصلانی عزیز هستن، و سطوح پایین IgA و IgG که از تظاهرات مهم ایمونولوژیک هستن توی این بیمار دیده شد. تو MRIش به طرز جالبی پرس دیده شد و در واقع این بیمار ما بعد از اینکه براش با این تظاهرات عجیب وست انجام شد، متوجه شدیم که تو ژن در واقع محل آدا توش میوتیشن G321E وجود داره که موتاسیونی هستش که گزارش شده خیلی تو بیمارهای دادا تو، منتها باز تو بیمارهای که درگیری هماتولوژیک دارن بیشتر دیده شده که کاملا منطبق هستش. سنگر هم که انجام شد دیدیم که این بیمار هوموزیگوت هستش و پدر و مادرش کریر هتروزیگوت برای میوتیشن هستن. غیر از این پرزنتیشن، حالا بخوایم بگیم PRCA، البته میگم تو بومرش گفته بودم PRCA، البته این مریض ما نوتروپنی هم داشته. غیر از این ما دو تا بیمار دیگه داشتیم که آنمی داشتن. برای اینکه بخوایم مریضامون رو تقسیم کنیم، اینجا من بخوام به دو دسته مریضای، حالا پان لایک بهش میگن، واسکولار دامیننس بهش میگن، و دی بی ای لایک یا مثلا پی آر سی ای لایک بهش میگن تقسیم بکنیم. این بیمار ما تب داشت، 69% 13 تا مریض باقی مونده ما تب داشتن. مریض ما هایپرتنشن نداشت، یکی از مریضای ما 7% مریضامون هایپرتنشن داشتن. مریضامون لیبدو داشت، 92% بقیه مریضامون لیبدو داشتن. مریضمون آنمی و نوتروپنی داشت، دو تا مریض دیگه‌مون آنمی داشتن. مریضمون تظاهرات نورولوژیک به صورت استروک داشت. 10 تا دیگه از مریضای ما، این 77% 13 تا مریض ما تظاهرات نورولوژیک داشتن که در مورد بقیه الان که صحبت نشد صحبت می‌کنم. در مورد تظاهرات ماسکولواسکلتال، مایالجی و آرترالژی، مایگریتور آرترایتیس توی مریض با پرزنتیشن هماتولوژیک ما وجود داشت. 7 تا دیگه از مریضامون، یعنی 54% هم این دوتا علامت رو کیشو داشتن. آفت دهانی توی این بیمار ما وجود داشت، 3 تا دیگه از مریضای ما این علامت رو داشتن. و تو تظاهرات ایمونولوژیک این بیمار ما کاهش IgA و IgG داشت، 2 تا دیگه از مریضای ما، یعنی 15% این علامت رو داشتن. تو تظاهرات نورولوژیک که خب امروز مفصل بحث شد و استاد هیدری عزیز به ما آموزش دادن و یاد دادن که چه تظاهراتی میتونیم ببینیم، خب استروک مطابق با بقیه مطالعاتی که انجام شده تو کلا 9 تا از مریضای ما 64% موارد، یکی از مریضامون سردرد مزمن رو گزارش میکرد، یعنی 7% میشه، و یکی از مریضامون آتاکسی داشت که همون بیمارمون بود که نیستال بود. نکته رو بگم که خیلی از مریضامون، من اینجا واقعتش دقیق وارد نشدم چون میخواستم تو مریض خودمون بحث کنم، خیلی از مریضامون اون زمانی که CVA پیدا میکردن به آتاکسی پرزنته میشدن. منظور من از این آتاکسی اون مریضی هستش که اصلا تظاهرش آتاکسی مزمن بود، یعنی با CVA نیومده بود، فقط آتاکسی پیدا میکرد، وگرنه اونای دیگه هم بودن که مثلا حالا فلاج کرانیال تو در واقع ستینگ CVA شون پیدا میکردن، آتاکسی پیدا میکردن. وارد اون نشدم، اونو حالا میتونیم جداگانه گزارش بکنیم. تظاهرات ماسکولو اسکلتال، 7 تا مریضمون 50% کلن مایالجی یا آرترالجی داشتن، یکیشون مایگریتور آرترایتیس داشت و یکیشون جوینت سوئلینگی داشت که ایفیوژن نبود، یعنی تو سونوگرافی ایفیوژن نبود. تو تظاهرات ایمونولوژیکمون هم یکی از مریضامون که همون مریض حالا PRCA یا DBA لایکمون بود IgA و IgG پایین داشت، دو تا دیگرشون IgM پایین داشتن. یکی از مریضای ما فقط هایپرتنشن داشت که خب خیلی هم تشخیص رو به چالش انداخته بود. تظاهرات دیگه که مریضای ما داشتن، 4 تاشون اورال آفتوز داشتن، یعنی 29%، 7% جنیتال آلسر، 14% در واقع ببخشید این همون 7% ابدومینال پین، و رینوت هم تو 2 تا از مریضای ما وجود داشت که میشه 14%. این خلاصه از پرزنتیشن های بیمارای ما هستش که خب کوتانئوس در واقع از همش بیشتر هستش، 93%، 79% تظاهرات نورولوژیک داشت. علتی که از استروک جداش کردم اینه که الان یه خلاصه از یه سیستماتیک ریویو که اخیر انجام شده رو خدمتتون نشون میدم، اونا همین کار کردن برای تأکیدی که می‌خواستن رو استروک داشته باشن.
که 64% یعنی کلا استروک داشتن، کلا 79% مریضای ما در واقع علائم نورولوژیک داشتن، 71%شون ریکرنت فیور داشتن، 64% علائم ماسکولو اسکلتال داشتن، 29% آفت دهانی، 21% علائم ایمونولوژیک ابنورمالیتی، هماتولوژیک همون 21% کلن بودن، رنال که همون هایپرتنشن همونه 7%، آفت ببخش زخم جنیتال 7% و علائم شکمی هم 7%. من چون تمام مریض خودم صحبت میکنم، صحبت راجع به سیستماتیک ریویو نمیکنم، ولی این کلیتی که در واقع اونا گزارش کردن خیلی شبیه بعضی از علائم ما نداشتیم. مثلا ما مریضامون اسپلنومگالی هپاتومگالی نداشتن، ولی کلیت قضیه همونطور که مشاهده میفرمایید خب شباهتش زیاده، یعنی پترنی که ما داشتیم به اونا. بعضی هم که میگم ما واردش نشدیم، الان مثلا پرینوروپاتی کرانیال نوروپاتی ها رو تو ستینگ در واقع سی وی یا گزارش نکردم اونجا. در مورد لابراتوری فایندینگ ها خب خیلی گزارش میشه که مریضای دادا 2 اینفلاماتوری مارکر افزایش یافته داشتن. ما هم 79% مریضامون ای اس آر سی آی پی بالا داشتن. در مورد سطح آنزیم آدا 2 فقط تو دو تا بیمارمون چک شد که خارج از کشورم فرستاده شد براشون چک شد، اون دو قلوهامون بودن که سطحشون زیرو بود. اما در مورد ژنتیک ما این موتاسیون رو از همه شایع‌تر داریم، در واقع گلایسین به آرژنین که G47R هستش و واقعا تو بیمارای ما تو 12 تا از 14 تا بیماری 86% به این شکل بودن. گلایسین 321 گلوتامین که G321E هستش تو مریض PRCA مون یافت شد که عرض کردم خدمتتون که واقعا این چیزی که در واقع اون خانم اوزن و همکارش هم که بررسی فنوتیپ ژنتیک میکردن همین رو گفته بودن که احتمال اینکه این مریض باشه، البته فقط این جن نبود و جنای دیگه هم بررسی کردن با توجه به اون دومینی که در واقع درگیر هستش، احتمال این درگیری توی مریضای هماتولوژیک پرزنتیشن بیشتره. یه دونه بیمارمونم هیستیدین 424 تایروزین بود که این اون بیماریه که اون بیمار عجیبیه که از اعصاب بحث کردن و اصلا بحث فرمودن که در واقع با آتاکسی مزمن اومد، ولی این موتاسیون هم گزارش شده تو مریضای هاداتو و خیلی هم ریر نیست، یعنی گزارش شده. در مجموع ما 11 بیمار هوموزیگوت داشتیم، کامپاند هتروزیگوت ها همون 3 تا بودن و خب همونطور که میبینید میسنس همون همشون هستن دیگه. در مورد پروگنوز من راجع به درمان خلاصه درمان بگم و بعد این کیس پروگنوزمون رو بحث بکنم. در مورد درمان ما 8 تا بیمارمون تحت درمان با اتانرسن قرار گرفتن، دو تاشون آدالیم اومد، یکیشون اینفلیکسیماب و 3 تاشون کورشیسین. آلینال ما 11 تا بیمارمون تحت درمان با آنتی تی ان اف قرار گرفتن. این کورشیسینا ماجرایی دارن که من الان تعریف میکنم خدمتتون. این مواردی که با آنتی تی ان اف درمان شدن همشون جواب خوبی گرفتن، فقط مریض پی ار سی ای مونه که اونم تظاهرات غیر هماتولوژیک جواب خوبی داده، تظاهرات هماتولوژیکش مونده، هنوز نوتروپنی و آنمی داره و کاندید اچ اس سی تی و منتظر در واقع پیونده، منتظر در واقع دونره. اما در مورد پروگنوز مریضی که برای خود من خیلی جالب بوده و خب من فکر می‌کنم خیلی کمک کرده به حالا این مریض گناهی ما فوت شده، ولی خب کمک کرده به این که مسیر برای بقیه بیمارا خیلی مشخص‌تر باشه، بیماری هستش که پرزنت میشه در سن 5 سالگی با استروک، لیودوراس مذاب و افزایش سطوح اینفلاماتوری مارکرها. پدر ایشون با بهجت تشخیص داده شده بوده، آف داشته و حالا علائم دیگه داشته که تب می‌کرده، علائم شبیه لیودو رتیکولاریس داشته، سردرد داشته، مراجع آرتراژ داشته و بهش میگفتن شما بهجت داری و کورشیسین هم می‌گرفته بعد از اون. بنابراین اول که این دختر پرزنت میشه میگن که خب احتمال نوروبهجت هست، اچ ال ای بی 5 و بی 51 هم مثبت بوده، میگن این نوروبهجته. بعد این شروع میشه براش متیل پردنیزولون، پالس تراپی و آزاتیوپرین. این بچه میره باز اپیزود استروک پیدا می‌کنه، میره باز اپیزود استروک پیدا می‌کنه. تو بررسی ها سی آنکا پی آنکا دبل استرندش آناش پروتئین سی او اسش فاکتور 5 لیدنش گلوکوز آنتی کوآگولان همه نرمال بوده، بلاد پرشرش نرمال بوده و اینجا هی بحث می‌شده که آیا این مریض میتونه پام باشه یا نه. تا اینکه یه دوره کوتاهی هم براش اینفلیکسیماب ترای میشه که خب تبش متوقف میشه، همیکاردش بهتر میشه، ولی خب اوییدنسی نبوده که ما قرار حتما برای این بیمار اینفلیکسیماب بدیم یا تشخیصی که در واقع فقط اینفلیکسیماب رو برای ما بول بکنه. هپارین براش شروع میشه و بعد به وارفارین چینج میشه، بچه با آسپرین تخریب میشه، یه ای پی اس سر مرز داشته نه خیلی در واقع مثبت، پردنیزولون و مایکوفنولات دوفتیل بهش داده میشه و میره دیگه شهرستان و مراجعه نمونه. در سن 10 سالگیشون یه اپیزود استروک پیدا میکنه، یه لاس اف کانشسنس طولانی پیدا میکنه و متاسفانه فوت میشه. این اواخر با توجه به شکی که انجام شده بود وست براش رکمند شده بود که ببینیم قضیه چیه، وست بعد از فوت ایشون آماده میشه.
و این G47R بوده و کامپتیبل با داداتو بوده. و این اولین در واقع کیس ما بوده که در واقع تشخیص داداتو براش گذاشته شده. جان. ایشون هموراژیک واسکولار بوده استاد. بله. بعدش بله. بعد پدر و برادرشون براشون در واقع جواب G47Rشون مثبت میاد، هم داداش کوچیکترش و هم پدرش. حالا مسئله اینجاست که خب متوجه میگه حالا بچه هم فوت کرده و برادرم علائمش محدوده، در حد لیبه دوه و خود آف میزنه و خیلی محدوده علائمش و پدرم علائمش کنترله، اون دوتا دیگه بیش از کلچیسین قبول نکردن که در آها آره. بس دوتا از کیسای ما که کلچیسین میگیرن در واقع این موارد هستن. در به نظر میرسه که بله داداتون. من پرسیدم از این جهت که رو بحث ندادن به اینها تاکید بشه، درسته، چه بسا که اسم مراجعه بودنش. حالا اینو من توضیح میدم، چرا یه فامیل دیگه ای هم دارم حالا باشه تو فامیل من شده توضیح میدم حالا که فرسیم که فرسیم باشه چشم. بعد به این صورت پس در واقع این تنها کیس ما بود که آنتی تی ان اف نگرفت، یعنی اصلا براش مطرح نشد. اون دوتای دیگه هم یه کلچیزی میگیرن، پدر و برادرش هم با کلچیزی موندن دیگه. اصلا به این این فلیکسی ما با استاد این نمیدونم خیلی کوتاه بکنم بهتر تا وقتی فکر کردم دیگه تو بهتر اونا وقتی مقابل ما این فلیکسی یعنی یکی دو نمید خیلی خیلی نه اصلا زیر این فلیکسی ما پوسیلیشن نه من خیلی ممنونم از توجه شما و امیدوارم که خسته نباشید. یادتون باشه مریض بزرگسال ما هیوج استرس و تنگی داره، لنفود